ماده 1173، ماده 1195، 14، ماده 245، ماده بها، ماده از پنرش کو آدش سرشو بخوره. من تو این کتاب نوشته آدم کشی آزاده، من این نوشته دوزی آزاده، من این مال مردم خوری و تزم ناموس مردم آزاده، کجاش نوشته نامردا؟ ماده اینجاست نشخونا، این ماده همه چی رو باطل میکنه. خب وصیت ما از آخرم که مکتب میرفتیم هفشنا بودیم. خب وصیت میکنم تو این بی انصافیه، بالاخره این هم یه نرم میخواد. نره داش غلام، چون داش غلام ادهی دزدوی مرتبن به مرکز تحویل میدهد، آنها با حق بازی از چنگال عدالت فرار میکنند. از این پس داش غلام میتواند شخصا آنها را اعدام نماید. امضا داش غلام. اینم خیتش. داش غلام از به تو رنگ زده بلند تیر خدنگ غلام، داش غلوار بونه قانونه که تو نونه تو بنگه، داش غلام دشمن اومد پای تیر و بردار از به تو رو تنگه یه قیبر میگردار، تیر بزن کارو تبون کن غلام جاندار، چند خوابای تیر حروم کن غلام جاندار. داش غلام قربون قانونه که تو لوله تفنگه، پدر. تلفات چند تا داری؟ 6 تا پدر. 6 تا؟ بقیه بچه ها کجا؟ رفتن تو دره. تو اینجا مواظب میگردم. بله پدر چشم. هی هی خوش میگذره. خوش باشید، خوش باشید. بخ 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 بخ، انگار گرگ به کله زده. ناورده بی انصاف چه قتلگاهی ساخته. نگاه همشون تو درم داش خونم. دلم هی
اسبم منو با خودت ببر گرگ، منو تنها نذار، منو با خودت ببر، منو با خودت ببر، منو اسیر داش کلام نکن، اون منو علاج میکنه، منو با خودت ببر، منو با نه 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 اومدم چاد خدا چاد خدا پاشو بینا دیر رسیدی دشقلم گرگ همه رو کش پسرم زنم برادرم ولی انگار دخترم هنوز زنده است یه بهارک دخترم زنده موند اونو به تو میسپرم ازش مواظبت کن قول میدی قول میدم موقع رسیدی سهراب فکر کردم هنو تو رایی بیارش پایین بیارش پایین نامه برو پایین جال را بیافت تو جالده برو پایین برو پایین تو پهتت نکردم برو پایین چیزی نمونده بود باطل مکنه ها به جم برو جلو این بچه خود گرگ داشت خلا چه بلای سرش بیارم بچه گرگ ببندش به اسب یالا بیافت جلو یا نه دیگه نگاه میکنه پشو پشو که عیالوارمون کردی حال سلاحش کن برو اخم برو اخم این بچه گرگو که رو برمیدیم تا باباش بیاد عقبش تو هم برو مردم ده خبر کن بیا این جنازه رو چال کنم به غروب نکشا بیا برو به پا دو ببردی چرا اینقدر تو فکری؟ چرا نباشم؟ بازم گودار دستش اومدن این بر مرز بازم خون و خون ریزی را میفته خدا خودش به خیر بگذرونه خب به من و تو چه؟ وای گرگ! صدتون در نیاد اقرب داری اول باز گلوله رو در آورد گلوله رو در آوردم خودم روغن اقرب دارین؟ داریم اما کمه خستم قطعه بسوزم وقتی خاکستر شد بزدرش و زخم ما حالا میگی چی کار کنیم؟ هیچی این به ما پناه آورده زود یه تیکه کهنه بسوزم اوه نگاه کن تفلی رو آش و لاش کرده حیفش نایمد اون شمر زل جوشن تو زدیش آقاد بچه گرگ اوه دود کرد خدا رو هم کرد تو چشش نخورده ای زور میزنی چلو بیا چطه بو خون شنفتی بچه گرگ یا میخوای بگی دلت میسوزه نه تو آدم به شو نیست هرچی باشه اولاد خلف اون ناخلفی پشو بچه گرگ اون دستمالو بده بینم اما مواظب باش جام نخوری یا وگرنه یه آمپول سربی بهت میزنم خیال نکن اینجا نگره داشتم موف بخوری تو اینجا امونتی پیش من تا بابات بیاد عقبش
حساب هم باش سال کنم. برو به تو اکثر جاز بسید دید زنه با. هر وقت یاد پسرم میافتم که بابات با یه گوله پرپرش کرد میخوام تلافیش سر تو در بیارم. اون درست هم سن دو سال تو بود. خب پا تمرک بینم بچه گرگ، امشب باید آویزون بخوابی. چرا؟ نه از ارا گفتم امشب باید آویزون بخوابی. آخه چرا؟ چی بگم والا؟ یه جریانی هست که بعدم بهت میگم. دل لب جفت نکن، دستاتو بیار بالا بینم. میگه دست بالای دست بسیار است، طفل بالغ کمی خطرناک هست. چه در رفت چه خبره؟ داره بچه گرگو آتیش بزنی. میخوام دست و پایی اینو واسم زنجیر کنی. یه زنجیر محکم، یه بچه معمولی نی. زنجیر اذیتش میکنه، بندازش تو قفس. اونها اون قفس واسش خیلی خوبه. من توش سه تا گرگ نگرده داشتم. تو که میگی برو سی ست تا قفص رو باش. این که مقبره هست واسه دخیل بستن خوبه. چه پاس میکنه؟ بارا رو تو کم کن بچه پارو. بیمان گشت خالم بذار پوستشو بکنی. میخوای صد نفر بیرزین سر یه نفر؟ اینقدر نگاش نکن تو هم. من که کارش ندارم، اون هی اذیت میکنه. این هیکل مخصوص مردم آزاریه، حریف این پیکر کمه. داشت خالم دستمو باز کن، تو رو خدا دستمو باز کن. مرد هیچ وقت گرگه نمیکنه. اگه راست میگی وازش کن، قول میدم خودم تا روز قیامت گهرشو ببندم. بیا جلو. برو بیا. برو چلو مرد باش. یا با این بزن. نه اون دست خالیه، آتش نه تا. برو بینم چیکار میکنی. میکشم. با تمام ای کلی چوخت و ارزسی یخت و همچی یارو رو داشتی خفه میکردی که همه بچه ها غلاف کردن. نیگاه تک تک رفتن تو لب. خوشم اومد، ما رو رو سیفیل کردی. وای کلا. خب جماعت یه کسی نمیخواد با بچه گرگ من دست پنجه نرکنه؟ با لشگر جازم. آفرین، صورت مرد با زخم خوشگل تره. پسر منم همیشه تن و بدنش زخم بود. بهش میگفتم خر زخمون. اون قفص رو بفرست خونه. خیر، مثل اینکه باباش نمیخواد بیاد عقبش. ما رو ببین اینجا رو مکتب خونه که اه.
اون نون و پنیر سبزی کلا فرش کرده تفلی رو. بیا نسخته گاز میگیره. بارک مواظب این جونه بر باش، اینم بالاخره مثل باباش میشه. شاعر میگه عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با داش غلام بزرگ شود. موزیکال میره، سوت بزن که بهش بچسبه. گلم به نظرم امشب هوا خیلی سرد میشه. آره چله بزرگی داره زور آخرشو میزنه. امشب یه پوستین به ستار بدین، ممکنه سردش بشه. نفهمیدم چی شد اینقدر هوا خواهیم جونه بر شدی؟ ولی خب مردو بهش بده، اما بهش اتمنو نکن، خطر داره. داشت خلوم داشت خلوم عجله کن. خوش خبر باشی چه تو سورا؟ گرگ خونه کل محمده. گرگ خونه کل محمده از کهی تالا؟ یه دو هفته ای میشه. پچه رو زودتر به من خبر نداد. امروز کل محمد اومده بوده میگفت یه هفته است که یه هفته است که حرفته بزن جای زور زدن. گرگ خونه ماست، زخمی شده بود. کل محمد زنش دوا درمونش کرد، میگفت الان حالش بهتر شده. آخه چرا به ما خبر ندادن؟ اون دشمن تموم اهل ده. منم بهش گفتم، میگفت اون تو خونه ما مهمون بوده، از جوون مردی دور بود که تو رو خبر کنم. واه گور چه میفهمه جوون مردی چیه پسا؟ امشب میندازمش تو تور. منو ببخش، ممکنه تو این جرگین بشی. ده داری گریه میکنی بچه گور؟ نگفتم مرد گریه نمیکنه. گریه نکن، این نیز بگذره. اگه این بابا رو نشید سنگین تار بودی. او گوری گو ممکنه این لازمت بشه، بیگی عجب دریده ای هستی تو بابا. گوش کن بارک، حواست خوب جفت کن، از این خیتی که میکشم جلوتر نمیری. باه ما هم شدیم همون یارو که خیت کشید. اینجا یه ضرب خیلی ها باوزم. بارو بریم. بفرما یه حال وقت تعارف نی. نگذشته باشه، زود بریم باید بهش برسیم. رابیو صدای گرگ میاد. آره حالا موقع حمله گرگا نیست. حتما کوه برف زده، گرگا به طرف آبادی حمله کردن، همیشه همینطوره. من میترسم. قفل قفس رو باز کن من بیام بیرون، اون وقت تو دیگه نمیترسی. نه داشت خونم به هم گفتی در قفس رو باز نکنم. ببین کلید قفس تو اون صندوقچه است، بیارش در قفس رو باز کن من بیام بیرون. نه من اجازه ندارم کلیدو به تو بدم. برو بیارش.
میترسم. چرا هوا سرد شده؟ خیلی سوز داره. بس اینکه گرگ از مرز گذشته. نه بابا، ما میون بار اومدیم. اون باید از اینجا رد بشه. اگه رد نشد ما از مرز میگذریم. من باید خونم این طرف مرز ریخته بشه. یعنی میگی بلش کنیم راحت بره؟ اگه ما از مرز پامون اون طرف بذاریم، بهانه به دست دولت همسایه میدیم. وقتی من مرکز بودم با یه افسر بلندقد قزاق آشنا شدم. چشماش به هیبت شیر بود. چه مردی، چه صلابتی. آره، فقط اون میتونه به اوضاع سر سامون بده. میدونم اون بالاخره میاد سر کار. بله که نیومده. میاد. وقتی براش حرف میزدم از اوضاع اینجا میگفتم به حرفام گوش میداد. دلم به هم میگفت اونی که بالاخره واس بیاد همینه. اسممو پرسید، کار بارمو پرسید. بهش گفتم دلم میخواد امنیه بشم. دست مردونشو گذاشت روشونم همینجا. خوبی آدمه. و با صدایی که تا تای قلبم نفوذ کرد گفت باشه داشت غلام. آره، به هم قول داد وقتی بیاد سر کار منو ژاندار کنه. اون یه مرده، یه مرد واقعی. اون بالاخره به قولش وفا میکنه. اون وقت به من میگن غلام ژاندار. از واسه خاطر اونه که از مرز نمیگذری. آره، مرز خاطر اونه. اما اینم باید بگم که هیچ خوش ندارم تو دیار. داشت خلوم یه گرگ. او بزنه شنه معطلی، اینم من باید یادت بدم. من نزدم، انگار یکی دیگه زدش. حتما خود گرگه، سنگروی گیر. داشت خلوم، گرگ شدم داشت خلوم. شور شدم داشت خلوم. دنیا جلو سیر داشت خلوم. گرگ شدم، واه. آی خدا، گرگ شدم، گرگ شدم. Thank you.
بهارک. بچه گرگ، بلخ به کار خودتو کردی؟ بهارک، 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 اون بله چه کن تو؟ بهارک، چی شده دخمت؟ دوشقلم جونم دوشقلم خونه پر از گرگ شده بود، همه جا گرگ بود، از پنجره اومدن تو. ستار به من گفت از نردبون برم بالا، گرگ داشت از نردبون میومد بالا، من بیهوش شدم دیگه هیچی نفهمیدم. حتما ستار خودش قفص رو وا کرده. خودش بپرس داشقلم، به خدا من در قفص رو باز نکردم. پدرم رو کشتی داشقلم؟ نه، اون از مرز گذشت، نشد یتیمت کنم. خودت سالمی داشقلم؟ هم دلت واسه ما شعور میزد. پدر ناخلفه تیر زد تو چشای سورا، ما مردمش حکیم، اما مثل که کور شده بنده خدا، دیگه اون چش واسه اون چش نمیشه. خب دیگه تو آزادی، دیگه نمیخوام ببینم. آخه نداره، فورا زحمتو کم کن، من باید رو زخم این بچه کنه سوخته بذارم. داشت کنم برای زخمش کنه سوخته خوب نیست، با آب بشوری. خیلی خوب، بله من خودم میدونستم. نیو عجبی رو باش، داره با اوستکار کار یاد بازم چاک میبینم. از گرگ نمیترسی؟ نه داشت کلا، من تا حالا 5 تا گرگ کشتم. بابا میگفت تا مرد 40 تا گرگ نکشه مرد نمیشه. بابا 400 تاشی کشته هنون نامرده. باز که پاشدی؟ داشت گلم ستار رفت. نفهمیدم به اون چی کار داری دختر؟ مرخصش کردم رفت. داشت گلم امشب گرگا ستار رو پاره میکنن. نه ترس جونم، اون خودش یه پا گرگه. کاش که میگفتی فردا صبح بره. آه والا بخواب دلت شعور اونو نزنه. ای بابا یارو رو تو ده را نمیدادن سراغ خونه که افودا رو میگره. برو برش گردون داشت خلا. الله اکبر سمیم بسیار، این دوتا بچه پاک ما رو علاف کردن. خیلی خب صبح مرخصش میکنم. کدوم گوری هستی بچه گرد؟ آهای بچه گرد ستار بسن. خیر میترسم امشب گرگا بچه رو سر به نیست کنم. شیطون رانات دست مریضا شیره شاو ولایت هر جا رود پس آید. رو آب بخندی. Thank you.
یواش مثل یه چیز رفت تو سینم. بذارش بیارم. بکش دست تو. در نمیاد. بکش دست تو. لباسمو بپوشم. خودتی سلام علیکم. تو چطه؟ من هیچی داشت کنم. بیا اینا رو ببر کباب کن. برو بینم. خیر میترسم اینو کار دست ما بدم. وارشتو بیار تا چی ازغالش نکردی؟ ما هوا تو نشته باشم آب برده تد بند خدا. بچه گرگ بابا دیگه اسمتو نیاورد. شرش کم شد. دیگه پاشو اون طرف مرز این طرف نشته. من بابایی ندارم. بی پدر مادری یه قیافت میباره. ده می. ما این طرف را وجود رازن و آدم کشا پاک کردم. که اینجور میمونه معلوم نی. یعنی خدا آله. اما داشت کنم تو که میگفتی اون افسر بلند قد قزاق میاد و افسر بلند قد قزاق بالاخره میاد سرکا. اون اوضاع سر سامون میده. به من قول داده. یه گفت کن. به 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 نازم چی مغز بود شده. بیا اینم مال تو. نه سیرم داشت کنم نمیخورم. آخه من هر وقت غذا درست میکنم خودم سیر میشم. جانم ما رو باشی خودم رو سباک میکنیم. خب بابا سیرم زور که نیست نمیخورم. اینقدر نخور تا اسکلت چی. پس بیا پسته بخور یه ذره گوش بیاری. دو پر استخون چه فایده داره. بیمزه. اوه دست این که داشتیم رو به کشت هم میدادی.
نگاه کن یه فشنگه، با کلنگ اشتباه نگیری یه وقت. این فشنگ درست شده از پوکه و چاشنی و باروت و گوله. این سرش چاشنیه، این سرش گوله است. موقع شلیک پوکه تو تفنگ میمونه، این سر که اسمش گوله است میره سراغ هدف. حالا اگه نوک یه چیز تیزی رو بذاریم روی این چاشنی و یه ضربه بزنیم گوله در میره. تماشا کنین، این یه فشنگه، اینم یه فشنگ، با یه ضربه گوله در میره. بزنم بچه گربو. نه ترس، دست خودم زخم میشه. بعد دیگه دست به اینجور چیزا نزنی ها. خوش و ستار، باس نجیب رو برداریم ببریم قشوش کنیم، امشب عروسیشه. کلیا یه مادیون دارم میخوام با اسب ما دست به دستش کنیم. چوری باخ شده مگه چی بیداره پسرم؟ خب جوونن. من نمیخوام اونا اینقدر هم اخت بشن. چرا؟ آخه اون بچه گرگه. چه تفاوتی میکنه؟ اونم مثل پدرش میشه. پدر با آرک اونو دست من سپرده، نمیتونم تحویل این بچه گرگ بدمه. از کجا؟ اونم مثل پدرش بشه. آقابت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با دشمنان بود. خب میتونی امتحانش کنی. چطوری؟ زجرش بده، ریاضتش بده، امتحانش کن. اما اگه ستار حاضر شد دست بهارک رو تو دست من بذاره، من اطمینان، اون وقت منم قباله عقد اون و بهارک رو تو دستش میذارم. خیر پیش، امیدوارم ستار از این آزمایش سربلند بگذره.
ساتار، تو منو دوست داری؟ این چه حرفیه داشت کنم؟ من جز تو و بارک کسی رو ندارم. بارک، تو چطور؟ تو منو دوست داری؟ معلومه داشت خلم، این چه حرفیه میزنی؟ من حاضرین به خاطر من فداکاری کنی. اگه چونم ساتار، بکو دوست دارم. بارک شادرم ها دیگه عروسی به ما دادم. ساتار، بچه گرد ده نجیب چادر کندی بر پیکارت ایمون، من میخوام دو ماه داشتم، تو چطه؟ نه تو باچه گرگ ده ده بده عروس دو ماه منتظرم. این چه سوال دوشیه؟ ستار گرگ زاده، حالا موقع منتظر گذاشتن نی؟ عجله کن پسر. یعنی چه؟ این کجا؟ از این بنا خیلی کوچیک شدی، منو بکش. چرا نمیکشی؟ مردش نیستی. منو بکش، چون تا وقتی که نور در چشم منه، مرگ تو رو شب و روز تیپ میکنه. ولی من نوری تو چشمای تو نمیبینم، تشکرم. این که مرگ دیدنی نیست. ببرینش! من تو رو زج کشت میکنم، دشقلم! تو رو به زج میکشم که تو قصاب بنویسم. ببرینش اون طرف مرز. فردا روز آخر عمرشه. ستار کجاست؟ بسیم. چی؟ تو چادرون سنه کولی هست. حاضره.
این صاحب چادره. ضعیفه؟ امشب مهمونهای ناخونده ای داری. اگه آروم باشی زنده میمونی. ببرینش. بسیار خوب. بلندش کنید، بندازینشون دورا. اگه سر و صدا کرد بی مرتبه خلاصش کنید. باشه. یالا زودتر. تو گفتی پسرم تو جنگله؟ بله. جاشمه؟ بله اونجا. زخمی که نشده غذا بهش دادی؟ نه میتونی خودتون ببینینش. خیلی خب بریم. بریم. خب داشت خالام یه کارش تموم شد. به سر بهارت چی اومد؟ مولا خدا میدونه. بابا اومد از خودش بپرس. شدی پسرم. بذار نگات کنم. پسر منه. حالا تو وارث من. وارث تمام بدبختی های من. وارث تمام جنایات من. که سمرش که گنج طلا و ثروته. شنیدم تیر اندازید رو دست داشت خلوم. برو بشه بچه ها. Oh, my God.
گوسفند شقش کنه. داشقالم خیلی دلش می‌خواست این بر مرز بمیره. آره. آهای بچه‌ها. حالا دیگه مال شماها. عشق شما رسید. شب تمام بالا میکنم برات. همین حالا، همین حالا رقص کابولی میکنم برات. همین حالا، همین حالا این سر صدا ها چیه؟ مشعل بردار برو ببین چه خبره. گفتی دیشب پسرم فرار کرد و اون وقت تو هم با تیر زدیش. بهارکم از موقعیت استفاده کرد و از شنگمون در رفت. خب گذات محترم، نظرتون درباره این مرد چیه؟ زش کشش کنی. پس آماده باشین. نه خدا من رحم کن. نه خدا من بکشم. نه باز شکنم حتما گرگ داره یک هفت چارو عدب میکنه. همش تقصیر توی داشت خلا بزنم. برو خدا رو شکر کن که گرد گفته زش کشت کنیم، وگرنه الان با یه گوله خلاصت میکردم. میفهمم چطور. رویو یلا نشون. بماری تکون بخور یلا. حالا باید داریم بالای کو. اون بنده خدا رو شما بردین اون بالا. آره تو رو میبریم لا دستون. خدا دهنت بشت. چی بود چی بود؟ همین نسی ها. چرا من نمیبینمش؟ فقط حلال زاده ها میبیننش. خدا اگه برز بزردم یه لبا جون بید. انگار آجوباد شدی. موسیقی
داشکنم فرار کرد، داشکنم فرار کرد، فرار کرد. بردور و بلانه که گفتم کسی نباشه. مجنون کیه؟ کیه این ور مرز اومده؟ نمیدونم، انگار زنده است. آره ببرمش تو پاسکا معلوم میشه. یاد کن زورا به هوش اومدی داشت خلو؟ من چند روز اینجا؟ یه هفته میشه داشت خلو. پس بچه گرگ من کجاست؟ بارک کجاست؟ اونا کجا هستن؟ چرا اینجا نیستن؟ حرف بزن سهراب. خودتو آزار نده، کلی ازت خون رفته. جواب منو بده، بارک و بچه گرگ من کجا؟ من باور نمی کنم، اما همه میگن حیف اون زحمتی که داشقلان برای اونا کشید. اونا کجان مرد؟ میگن شب عروسی تو با بهارک بچه گرگ تو رو با تیر زده. اون وقت اونا بهارک همراه گرگ فرار کردن. نه نه، اونا نرفتن، اونا بچه های منن. اونا به من خیانت نمی کنن، اونا منو تنو نمیذارن. همکس ممکنه به آدم خیانت کنه، مخصوصا اونا که عاشق هم دیگه بودن. تو باعث شدی داشت خونه. هیچ کس نمیدونه که من چه کاری کردم. راستی اسبت نجیب سالمه. اون شبی که تو را اسیر کردن اون حیوان رفته بود طویلش، کت خدا آوردش پیش من، الان اینجاست. صداش کن داشت خدا. پس نجیب سالمه؟ سالمه؟ نجیب؟ 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 کجایی نجیب؟
خیالاتی نجیب نجیب اومدی تفنگم چطور شد؟ تفنگ و زین و برگتم پیش منه، اون بالاست. بارک و پدرش به من سپرده بود، من نمیذارم تو چنگ اونا بیافته. من میرم نشه گرگ و بچه گرگ و با هم میارم. داش خانم، آتش کینه و نفرت سر تا سر وجود تو رو گرفته. بهتر نیست در این تصمیم عجله نکنی؟ نمیخوای یک کمی بیشتر فکر کنی؟ من هیچ فکری ندارم که بکنم. تو چی کار میکنی؟ هیچی، من یا آهنگر از کار افتادم، چی کار میتونم بکنم؟ من دنبال کولیا میرم. پس تو با من نمیای؟ نه، تو آرزو داری. چه آرزویی؟ آرزوی گرفتن انتقام. این خودش یه نوع امیده، امید آدم رو زنده نگر میداره. اما من در حقیقت مردم. باشه، خود دانی. این طرف ها دختری رو به اسم بهارک نمیشناسی؟ جستجوی خودت ادامه میدی؟ از انتقام کشیده خسته نشدی؟ هیچ چیز نمیتونه تو رو منصرف کنه؟ نه کولیا در بزن، ممکنه هم از مرز گذشته باشن. اونا از هر چیز و هر کس خبر دارن. میخوای از مرز بگذری؟ آره پدر، باید از مرز برم. خدا نگه داره. بوی پوکنه کوره خواهد. دبه پوکنه با کورس گذاشته. چشمی دوزه
بیشتر دلش بسوزه. داش کنم داش کنم داش کنم داش کنم میخواد خودش حسابش برسه. داش کلام تومه اونه. این دور از جوون مردی. صبح که کلیا رفتن اون تنها موند، اون مجبوره بیا تو این قهوه خونه. این کاری درستی نیست. بینم شکارچی، خیلی دلخوری؟ آره. چرا رفتی؟ اون مجبورم کرد. تو مجبورش کردی؟ آره، من از 12 سال پیش دم دکونه آهنگری کینه داش کلام و بچه گرگشو تو دلم نگهر داشتم. حالا تو پشیمونی؟ من تا حالا داش غلامو ندیده بودم، فقط اسمشو شنیده بودم. میگفتن اون هیچ وقت لب مرز نمی اومد. وقتی اونو دیدم مهرش همه دلمو گرفت. که اینطور؟ پس ممکنه کار دست ما بدی. سرکت برش ببریمش بیرون. بریم. یعنی کلیا صدای تیر رو نشنفتن؟ اینقدر صدای ساز دول بلنده که اگه توپم در کنی صداشو نمیشنم. خوبه. تو همینجا باش. باشه. من میرم بچه ها رو خبر کنم. بینم طرف کجا؟ ببین چیه به روز حالت قدر داره.
دیگه بیا. با مال من کو اینا. سلام علیکم. اما من تو رو نمیزورم، هندی ها میزورم. من تو رو به خاک میزورم. امیدوارم شب اول قبر دست نکیر منکر یه سر در آرامگاه اول یه توفنگ ناکام داشت کنم. اینم کردم فاتل قبور میخوانم برای توفنگ ناکام داشت کنم. قربتن الله اختا که آدم جوونه کبکش خروس میخونه دنیا باشم زبونه. دست خلام دست خلام دست خلام. اما به وقت پیری یارو بینشون این کلی های خوشگذرون دیشب خیلی نجسی به خورده ما دادن. ما رو پاکن این رو به اون رو کردم. تا حالا نمیدونستم شراب چه مزه‌ای داره. خب چطور بود داشت خالم؟ به مرگ تالی بود. دیگه میخوام مردونگی رو ببوسم و بذارم کنار. میخوام قاضی شما بشم. چه تفاوت میکنه؟ آدم اینطوری راحت‌تره. نیگاه توفنگم هم انداختم دور. دیشب کلیا همه توفنگا رو سوزوندم. میگفتم میشه جای اصله ساز تو دست داشت. راست میگه خیلی بهتره. بهت کمک کنم داشت کنم. فاصله میگی خودم سرپا با میستم. راستی داشت کنم چیز دیگه این میل داری؟ تو منظور از ما بهترم. عشقتون بچه که معلوم بود تو بالاخره به یه جایی میرسی و یه کاری میشی. شما بفرما تو پسو من الان خدمت میرسم. لا 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 بینی ما رو به چه کارهایی وادار میکنن. عجله کن داداش. آدم که به گذشته یه لحظه چش میروزه و بیشتر دلش میسوزه. داشت خلام شلتما بلا میکنم برات. شلتما بلا میکنم برات. همی حالا همی حالا رقص کابولی میکنم برات. شلتما بلا میکنم برات. همی حالا همی حالا بهارات کابولی میکنم برات. میگفتی مرد هیچ وقت گریه نمیکنه. تو باعث همه این مصیبت ها شدی. غرور و خودخواهی تو زندگی ما رو به هم ریخت. کینه و نفرت و حس انتقام جویی تو روزگار ما رو سیاه کرد. We'll be right back.
بیا منو بکش، منو بکش، منو بکش. میکشم تو رو، میکشم داشقلم، چون خودخواهی و انتقام جوی تو همه ما رو کشت. تمام مصیبت ها زیر سر توه. اما بدون که من کینه‌ای به کسی نداشتم، من میخواستم ستار رو امتحان کنم ببینم تحمل زجر رو داره یا مثل پدرش وقتی عصبانی میشه هیچی براش مهم نیست. بیا بیا این قباله عقد تو و ستار، میخواستم ببینم اگه اون تونست دست تو رو تو دست من بذاره منم قباله عقد رو بهتون بدم. بگیر بخون ببین حقیقت داره یا نه. چه بلایی بود سر خودت آوردی؟ بهاراک منو ببخش، من درباره تو بد فکر کرده بودم. تو داشت غلام مایی. من تو رو نجات میدم، تو باید زنده بمونی. داشت غلام، من جز تو و ستار کسی رو تو این دنیا نداشتم. اگه ستار رو دیدی بهش بگو که من همیشه اونو دوست داشتم. بارک داشت کن، تو یه چند دقیقه اینجا باش، من برمیگردم تو رو با خودم میبرم. همیجا باش، برمیگردم. خداحافظ نجیب، تو رم زدن نامردا. دیگه کارش تمومه. خداحافظ داشقلم. کون نوری که توی چشمات بود و مثل مرگ منو تعقیب میکرد داشقلم. خوب چشماتو باز کن ببین کی گلوله خلاصه میزنه داشقلم. ای
بی حرکت. نگفتم این داشقلام بالاخره تو رو از را بدر میکنه؟ پدر، تو باز داشتی؟ شوخی میکنه پسرم، آروم باشد چه؟ گفتم باز داشتی، کاری نکن برخلاف میلم بهت شلیک کنم. آخه من پدرتم. ولی این وظیفه منه. ببین من زخمی کردی، ببین داره خون از دستم میاد. بریم تو پاسگاه زخمتو میبندم. حالا میخوای دسته منو ببندی؟ متاسفانه بله پدر. خب بیا ببن، بیا ببن. چشاتو با کن، بچه گرگت اومده. داشت خولم، من ژاندارم شدم، نگاه کن. ژاندارم شدی بچه گرگ؟ آره داشت خولم، آره. خیلی بهت میاد. داشت خولم، چشاتو با کن، پاشو بایستا. پاشو، یه خبر خوش برات دارم، یه خبر خوش. اون افسر بلنگات قصاخ اومد سر کار؟ آره داشت خولم. اسم من یادش بود؟ آره خولم شانده. بیا اینم حکمت. حکم من؟ پس حالا دیگه به من میگن خولم شاندار؟ خدایا بهارک اونجاست، اون خیلی زرد کشیده، ازش نگاه داری کن. چشم خودم شده. پس عجله کن ستار، میخوام شما رو با هم ببینم. من زنده میمونم تا شما رو با هم ببینم. بچه گاج برو پیش بهارک، من میتونم زنده بمونم، من زنده میمونم تا شما رو با هم ببینم. برو برو ستار، برو. Oh,